خب درود به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا این با یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو قرار با هم دیگه یه دسکتاپ انوایرمنت گنوم رو به روش خودم زیبا سازی کنیم. خب من اینجا یه توضیح فدورا دارم که خام، هیچ روش نیست، یعنی حالا نه که هیچی روش نیست، ولی خب تقریبا چیزی رو توش تغییر ندادم. خب اول باید یه بروزر دیگه نصب کنم چون روی این ماشین مجازی فایرفاکس خیلی کنده. خب اینجا برایو بروزر سرچ میکنم، وارد سایتش میشم. خب از اینجا دانلود برایو میزنم و اینجا به من گفته که برای فدورا باید این دستورات رو بزنی توی ترمینالت. خب من یه ترمینال باز میکنم، دستورات رو یکی یکی کپی و پیست میکنم. خب اینو کوچیکش میکنم یکم، میارمش این گوشه و دستور بعدی رو میزنم. دستور بعدی و اینجا sudo dnf install brave browser و برام شروع میکنه brave browser رو اینستال میکنه و من دیگه احتیاجی به این هم ندارم، میتونم ببندمش و اجازه میدم تا این برای من Brave Browser رو دانلود و نصب کنه. خب Brave Browser نصب شد. از مزایای Brave Browser اینه که من اگه بیارمش با هم دیگه ببینیم، من اول که اینو باید Add to Favorites کنم، بعد Firefox رو Remove from Favorites کنم و این رو بیارم سر جای خودش. خب این مورد اول. از مزایای Brave Browser اینه که من میتونم به کمک Brave Browser پرایوسی بیشتری داشته باشم و خب طبیعتاً خودش اد بلاکر داره، خودش یه سری کوکی ها رو بلاک میکنه و کلاً پرایوت تر از چیزهای دیگه هست و من این برایو بروزر خودم رو شروع میکنم به کانفیگ کردن و به همین سادگی تمام شد. خب مورد بعدی که احتیاج دارم یه کلیپ بورده. برای این کار من از اینجا وارد سایت extensions.gnome.org میشم و اینجا به من میگه که ببین یه بروزر اینتگریشنی داریم که بهت کمک میکنه این اکستنشن ها رو راحت نصب کنیم. میخوایش؟ میگم آره حتما میخوامش و اینجا وارد میشم به کروم استور. از اونجایی که حالا سورس کد برایو و کروم یکیه، یعنی در واقع برایو داره از سورس کد کروم استفاده میکنه، از کروم استور استفاده میشه و اینجا من این اکستنشن رو به بروزر خودم اد میکنم و اگه اینجا یه ریلود بگیرم میبینم که دیگه اون ارور رو بهمون نداد، ارور که نداره اون وارنینگ رو بهمون نداد و من میتونم اینجا حالا اکستنشن هایی که دوست دارم رو برای خودم نصبشون کنم. بسیار خب، من اولیش کلیپ بورد میخوام و میبینم که اینجا یه کلیپ بورد ایندیکیتور برای من میاد بالا. اینو بازش میکنم و اینجا این سویچ رو میزنم تا آن بشه یا در واقع برای من اینستال بشه. از اون پرسیم که اینستالش کنیم، میگم بله و کلیپ بورد من میاد این بالا. به همین سادگی میتونم حالا سیتینگش رو عوض کنم اگه دوست داشته باشم، مثلا هیست سایزش رو بذارم روی 20 و بقیه مواردش هم خوبه دیگه همینجوری باشه. و این هم از کلیپ بورد من. مورد بعدی که احتیاج دارم اسمش از کافئین، یا حالا چون از اونجایی که من روی گنوم نسخه 41 هستم بهتر اینجا اسپرسو رو سرچ کنم و اسپرسو رو میگیرم، اینو نصب میکنم برای خودم. خب این اسپرسوی من نصب شده و هر موقع که من این دکمهشو بزنم از توی موارد پاور برای من کاری میکنه که این حالت خاموش شدن صفحه غیر فعال بشه و در واقع باعث این میشه که صفحه من خاموش نشه، به حالت اسلیپ نره و اینجور موارد که بعضی جا واقعا کاربردیه و من همیشه اینو استفاده میکنم. مورد بعدی که احتیاج دارم یوزر تمز هست. من اینجا یوزر تمز رو باز میکنم، میبینم که همین الان برای من نصب هستش، بس احتیاج به این دیگه ندارم. میرم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی که احتیاج دارم سیستم مانیتور هست و اینجا باید سیستم مانیتور نکست رو بگیرم. دلیلش اینه که فدورا یکی از توضیح های پیش رو هست و در واقع
همیشه به صورت کادینگ ایج جلو میره و نرم افزارش آپ تو دیت. اومدیم گنوم من آپدیت شد ولی اکستنشنش آپدیت نشد. برای اینکه به مشکل نخورم نسخه نکست رو میگیرم از سیستم مانیتور و خب این سیستم مانیتور که اینجا اومده برای من به این صورت عمل میکنه که دیگه برای من با خود کادینگ جلو میاد و دیگه مشکلی پیش نمیاد در صورتی که گنوم من آپدیت شد. خب این سیستم مانیتور به من یه سری اطلاعات در مورد سیستم میده، مثلا اینکه سواپ من چقدر پره، دیسکم چقدر پره، وضع ترمالم و حالا این از اونجا که این ماشین مجازیه دیگه این چیزا رو طبیعتا نداره، ولی خب حالا بودنش بهتر از نبودنشه و از نظر اکستنشن الان دیگه چیزی احتیاج ندارم بجز یه مورد داش تو داک رو احتیاج دارم، داش تو داک. و اینجا من داش تو داک رو باز میکنم، اینستالش میکنم و همونجور که میبینید یه داک جدید برای من اومده که اسمش هست داش تو داک و قرار با هم استفادهش کنیم. یه چند تا چیز دیگه احتیاج دارم، برای مثال یونایت که این مورد خوبیه برای گنوم و میتونیم بهش قیافه بدیم و همونجور که میبینید اومد قیافه گنوم من رو عوض کرد. مورد بعدی دسکتاپ آیکونز و این رو باز میکنم، دسکتاپ آیکونز NG، این رو نصب میکنم. یکی دیگه آلتو تب رو سرچ میکنم، این یکی ادوانس آلت تبز ویندو سویچر، این مورد رو هم نصب میکنم و فعلا همه چی اوکیه. خب حالا همونجور که میبینید برای من دسکتاپ آیکونز بالا اومده، این داش تو داک بالا اومده و اینم که اینجا هست، باید اجکتش کنم. خب با سرچ کردن اکستنشنز من میتونم وارد بخش تنظیماتشون بشم و اینجا در مورد مثلا این آلتو تب من میخوام برم توی تنظیماتش و اینجا بگم که باتوم نباش بلکه سنتر باش. پس هر موقع که من اینجا آلتو تب سویچر رو میزنم سنتر برام میاد. این از این مورد، چیزی دیگه نمیخوام تغییرش بدم، ولی خب شما میتونید به میل خودتون این مسائلش رو تغییر بدید. مثلا یکی ممکنه دوست داشته باشه که سایز هاشو عوض کنه و حالا مسائل دیگه و الی آخر. خب من دیگه چیزی دیگه نمیخوام اینجا عوض کنم، وارد بخش کلیپ بورد ایندیکیتور میشم. میبینم اینو که این بعد میشد 20 و اینو میبندم. این از این در مورد داش تو داک. خب اول که باتون باش، من مشکلی با باتون بودنت ندارم، فقط این که من میخوام آیکون هامو یه کوچولو بزرگتر کنم، پس میارم شو 64 و این سایز آیکون بهتر الان برای من. بعد مورد بعدی این که میرم توی بخش لانچرز ترش رو، آره میخوام، چون من میخوام این ترش اینجا رو بردارم و میخوام روی همین داکم هم باشه، ترش جای دیگه ای نباشه. و ماونتد والیوم اینو نمیخوام چون ماونتد والیوم میخواد اینجا برای من نمایش داده بشه و عرضم به حضور شما که این از این. در مورد بیهیویر اگر که سایکل کنم، میگه که اگر که اینجا کلیک کنم مثلا من چند تا ویندو از این فایل منیجر خودم باز داشته باشم، میگه که اگه من روی این کلیک کنم سایکل میکنه، بینشون سویچ میکنه و خب این خوبه، اینو میخوام نگه دارم. مورد بعدی وقتی اسکرول میکنم من میخوام بگم که سایکل ترو ورک اسپیسز، میخوام بگم وقتی که من روی این موسم رو اسکرول میکنم ورک اسپیس منو عوض کن. و خب اینم از این. در مورد اپیرنسش میگم که همینجوری که هستی خوبه و بذار روی دیفالت باشه، یعنی از تم دستگاه پیروی کن و فقط مورد هاید شدنش، اینتلیجنت هایدش رو میخوام ستینگ کنم. خب این بخشش گفته داج ویندوز اونلی فوکست ویندوز، این من اگه اینو بیارم اینجا باید دشه بره کنار. خب این خوبه، من اینو میخوام نگه دارم و فعلا دیگه با داش تو داک کاری ندارم، داش تو داک همینجوری اوکیه. بریم سراغ دسکتاپ آیکونز که گفته که اینجا روی دسکتاپتون کلیک راست کنید و دسکتاپ آیکون ستینگز رو بزنید. اینجا من میخوام که ترش دیگه نباشه. این هم از این. یه مورد دیگه اونم اینه که اد درایو تو اپوزیت ساید، یعنی این طرف بیاره و خب اینو میخوام، بله. و این از این. در مورد اسپرسو من میخوام که نوتیفیکیشن نداشته باشه، یعنی من هر موقع اینو میزنم هیچ چیزی نشون نده دیگه و این الان خوبه. در مورد سیستم مانیتور نکست که میخوام آیکون بهم نمایش بده، یه آیکون داشته باشه بهم نمایش بده، اینم از این. در مورد یونایت میخوام که بخش اپیرنس اینجا برام بالا فقط بنویسه ورک اسپیس، از این. من اگه بیام اینجا ببینم که اینجا برام فقط نوشته ورک اسپیس. خب این مواردش خوبه، فقط اینکه من خواهم ساعت برگرده وسط
بنابراین extend top bar to left box اینو غیر فعال میکنه و ساعت هم برمیگرده همین وسط. اوتو فوکوس این باشه و اینا همش خوبه، فقط اینکه نوتیفیکیشن هام رو میخوام همون سنتر بیاد برام، یعنی نوتیفیکیشن هام زیر این بیاد. بعد عرضم به حضور شما که بخش اپیرنس این پایین تاپ بار باتنز، من اینجا میتونم آیکونی که برای باتن های تاپ بار هست رو انتخاب کنم، اینو که میارمش این طرف تا بتونم قشنگ ببینم همه اینا رو، و مثلا دوست دارم که OSX باشه اینو، اگر که من اینجا این فایل منیجر رو بزرگ کنم که اومده اینجا. یه موردی که هست اینه که میخوام جاش توی لست باشه و میبینید که اومد این گوشه، این هم از این که میخواستم برای خودم تنظیم کنم و همین دیگه، فعلا با اکستنشن ها کاری نداریم. خب میریم بخش تنظیم تم. او نه نه، دو تا اکستنشن رو یادم رفته بیارم. خب من اگه از همین جا بزنم روی گنوم شل اینتگریشن، خودش مستقیم برام اون سایت رو باز می و یکی بلر مای شل، این رو وقتی نصب کنم یه همچین قیافه بهم میده، یعنی پشتم رو بلر میکنه و این خیلی زیباست. مورد بعدی در مورد سرچ هست که اینجا میام روی گنوم 4x UI improvements اینو میزنم و اینو باید نصبش کنم، اینو فعال میکنم، اینستالش میکنم. خب میبینید که این سرچ بار من رفته، فقط اینکه او این به صورت مربعی در اومده. این سرچ بار در واقع هستش، من اگه یه سرچ انجام بدم سرچ بار برمیاره، من اکستنشنز خودم رو میارم. این به خاطر بلار مای شل هست، من اگه بلار مای شل رو بازش کنم اینجا باید داش رو غیر فعال کنم تا این درست بشه. پنل رو هم همینطور، چون پنل هم دوست دارم با تم اوکیش کنم، نه اینکه بخوام بدم به این تا برام بلارش کنه. خب این از این. و مورد آخر که یه چیز دیگه همین الان یادم اومد، هاید تاپ باره که من میخوام این تاپ بار خودم رو هاید کنم و اینجا هاید تاپ بار رو باز میکنم، اکتیوش میکنم و میبینید که این شکلی شد. من هر موقع که موسم رو ببرم اونجا تاپ بارم برمیگرده. خب این از این. حالا وقتشه که بریم یه سری تم نصب کنیم برای خودمون. خب من وارد بخش نوم داش لوک دات اورجی میشم. خب یه سری چیزها رو برای خودم میخوام. برای مثال وارد بخش کرسرز میشم. اینجا میرم روی ریتینگ. ببینم کدومش از همه نمره بیشتر داشته. و میرم ولند کرسرز. اون موردی که من میخوام. پس این اسمش رو کپی میکنم. و اینجا سرچ میکنم. از توی گیت هاب آخرین نسخش رو دریافت میکنم. یه چیزی این وسط داره اشتباه کار میکنه، اونم اینه که این Brave Man در حال حاضر سرچ انجینش روی خود Brave سیت شده، من بعد اینو بیارم روی گوگل. این از این. خب حالا من اینجا باید این فایل رو دریافت کنم. برای این کار این لینکش رو کپی میکنم توی ترمینال خودم. ببینم گیت رو نصب دارم، بله گیت رو نصب دارم، گیت کلون، آدرسش رو پیست میکنم، شروع میکنه برام دانلودش میکنه. این از این. مورد بعدی که احتیاج دارم بخش تیکه 3 و 4 تمز. اینم توی ریتینگ و میبینم که اورکیس جی تی کی تم برام اومده، همینو میخوام. سرچ میکنم اورکیس تم گیت ها و از اینجا اورکیس تم رو دانلود میکنم، این رو هم با گیت کلون. خب مورد بعدی که میخوام آیکون تم هست. توی همین جا باید دنبال فول آیکون تمز بگردم و اینجا بخش ریتینگ چی میخوام؟ تلا آیکونز، نه تلا سیرکل آیکونز. و اینجا تلا سیرکل آیکون تمز رو از گیت هاب بر میدارم. چرا من هیچ کدوم از اینا رو از توی گنوم لوک نمیگیرم؟ چون اخیرا متوجه شدم که یه سری ناسازگاری ها داره و انجامش نمیده، برای همین همش رو از گیت هاب میگیرم. توی همین هینو بینی نگاهی هم به کلیپ بوردم بندازیم، همونجور که میبینید در حال کار هست و من کلیپ بوردم رو امتی میکنم. خب حالا احتیاج دارم که ببینم چجوری نصب میشه و یه اینستال اس ایش داره که اگه بزنم نصبش میکنه. خب ببینم دیگه چی احتیاج دارم.
کرسر که گرفتم، فول آیکون تم که گرفتم، جی تی کی تم که گرفتم و ظاهرا فعلا احتیاج ندارم. پس فعلا میرم توی فایل منیجرم و همین چند تایی که دانلود کردم، یکیش اورکستم بوده که اینجا یه ترمینال باز میکنم و اینجا chmod میزنم مثبت x، اینجا install.sh و اینجا با کامند sudo install.sh رو ران میکنم. yes میزنم تا این پکیج رو برام نصب کنه و این الان تموم شده. خب من اگه برم توی یک نوع tweaks که شما این پکیج رو میتونید نصب کنید و بخش appearance میتونم شلم رو به orkis dark تغییر بدم و این شل من در حال حاضر تغییر کرده به فرم orkis dark. بعد میتونم بخش applications رو تغییر بدم به orkis dark و این شکلی میشه که قیافه خیلی خوشگلی داره. و عرضم به حضور شما که این بود از نصب orkis. خب حالا وارد میشم به این orkis رو میتونم پاکش کنم، وارد میشم به تلا سرکل آیکون تمز، اینجا دوباره ترمینال باز میکنم، توی ترمینال خودم chmod میکنم مثبت x، اینجا install.sh و دوباره با sudo همین کامند رو ران میکنم و اجازه میدم که این برای خودش نصب کنه. خب اینجا میگه نصب شد. پس من اگه یه بار دیگه نو تو ایکس رو باز کنم باید آیکون تمز اضافه شده باشه و بخش آیکون به تلا سیرکل دارک میزنم و آیکون تم من به تلا سیرکل تغییر کرد که خیلی آیکون زیبایی هم هست. من همیشه تلا سیرکل و دارک رو استفاده میکنم. خب مورد بعدی، من دیگه با این کاری ندارم، رو پاکش میکنم. خب حالا بعد وارد بولند کرسرز بشم، یه ریتمی داره، ریتمیشو بخونم ببینم چی نوشته. گفته که اینها رو باید داشته باشید برای میک کردنش و پس من اینستال میکنم sudo dnf install git و make رو حالا من محض احتیاط میزنم، inkscape رو میزنم، این رو هم کپی میکنم که اسمش رو اشتباه نکرده باشم. خب اینا رو میزنم و میگم که اینها رو اینستال کن چون پیش نیاز هستن براش و اجازه میدم تا اینستال کنه. خب بعد از اینکه اینا رو اینستال کرد گفته که سی دی کن توی volunt cursors و اونجا بزن make build و اجازه میدم که برام build رو make کنه و حالا sudo make install و به همین سادگی تمام شد. خب من اینو میتونم پاکش کنم و وارد tweaks میشم، توی appearance بخش کرسرز volume کرسرز رو انتخاب میکنم و volume کرسرز من هم الان فعال شده. خب دو تا کار دیگه مونده، یکی این که من باید wallpaper برای خودم بگیرم و GDM خودم رو ست کنم، یکی دیگه این که من باید ترمینال خودم رو زیبا کنم. خب اول بینیم سراغ ترمینال چون کارش آسان تره و حالا واسه اون بخش wallpaper رو نیکم باید گشت میزنیم. خب من میزنم dot files ترمینال و این اولیه رو باز میکنم، این سایته اینجا به هم گفته که خب ببین تو یه سری چیزها احتیاج داری، یکی تیلیکسه که من شروع میکنم برای خودم نصب کردن، sudo dnf in تیلیکس، مورد بعدی csh، مورد بعدی LSD، مورد بعدی bashtop، مورد بعدی bat، مورد بعدی lolcat و مورد بعدی newfish هم که نصب دارم. خب اینا رو میزنم تا برام نصب کنه این پکیج ها رو و میگه که bashtop رو پیدا نکردم، بقیهش همین الان نصب هست.
خب پس من برم بشتاب رو برای فدورا پیدا کنم. خب بشتاب رو بیخیال میشیم چون بشتاب حالا اونقدرام خیلی مهم نبوده، ولی میتونیم حالا بهش اچ تاپ رو هم داشته باشیم. اچ تاپ هم به همون جواب میده، sudo dnf in اچ تاپ و پسورد میدم بهش. پسوردمو درست زدم. خب و اچ تاپ رو برام نصب میکنه. حالا من میخوام بهتون نشون بدم اچ تاپ چه شکلیه. اچ تاپ همین چیزیه، به وضعیت ریسورس هم و پروگرس هم و اینجور چیزها رو نشون میده و این از این. خب مورد بعدی من باید یه فونت اضافه کنم برای خودم. خب این فونت اینجا هست، من میتونم به راحتی دانلودش کنم، سیوش میکنم. خب این فونت رو دانلودش کردیم. حالا اگه من بازش کنم اینجوری برام میاد، اینستالش میکنم و این فونت هم اینستال شد. این مورد اول. مورد دوم، من باید شل زی شل رو فعال کنم برای خودم. خب میزنم chsh-s و bin زی شل. این برای خودم میگه یه سری پکیج هم دارم، میخوای نصب کنیم یا آره نصب. خب شل من چین شد، حالا بعد شل روت هم همین کارو کنم. اینجا هم همونو میزنم chsh-s و bin زی شل. اینو میزنم و شل چین شد. حالا من اگه این رو ببندمش و دوباره ترمینالمو باز کنم توی زی شل و اینجا هم سیتینگ هم آماده هست، اگزیت میکنم، یه دور دیگه اینو باز میکنم و من الان روی زیشل هستم. خب حالا من باید که دو تا از اکستنشن های زیشل رو نصب کنم، یکی اوتو سجستشن و یکی دیگه سینتکس هایلایتینگ. مورد آخر هم در مورد پاور لیویل 10K که اینا هم میخوام که تمیزش هست و اینها رو من باید برای خودم نصب کنم. مورد اول میرم سراغ اوتو سجستشنه و اینجا ببینم توی ریدمی چی نوشته برام. ببینم که توی اینجا چی نوشته. گفته که اینستال ام دی رو بخونید. پس میرم سراغ اینستال ام دی و اینجا یه لینک بهمون داده و اینجا اپراتینگ سیستم که فدوراه میزنم. اد ریپوزیتوری ان اینستال مانیوالی. من فدورای 33 به بالا هستم. گفته که این دستور رو باید بزنی و این ریپوزیتوریش رو اد میکنه. حالا کافیه که من با این کامند پایینی زشکوتو سجستشن رو اینستال کنم، بزنم و این اد میشه. خب این در مورد این و الان اوتو سجستشن رو اینستال کرد. خب اوتو سجستشن رو پاک میکنم، وارد سینتکس هایلایتینگ میشم. اینجا هم یه اینستال ام دی داریم. اینطور که بوش میاد من اینو میتونم مستقیم از ریپوزیتوریم دانلود کنم. بنابراین می نویسم sudo dnf in zish syntax highlighting. و از اینجا اینستالش میکنم. میرم سراغ پاور لیول 10K. توی پاور لیول 10K اینجا یه دونه ریدمی فقط داره. اینجا خودش گفته توی بخش منیوال که چیزی رو نصبش کنیم، گفته این کامند رو باید بزنید و اینستالش کنید. خب میگه که این که همین حالا آلردی اگزیست میکنه و این رو اگه من بزنم بعد درست شده باشه. بله همطور که میبینید پاور لیول 10K من درست شده الان و الان داره ازم میپرسه که این آیکونا رو میبینی و حالا یه سری کانفیگوریشن ها داره دیگه، من نمیخوام اصلا انجامش بدم. خب حالا کافیه که تو هم ورود تو بخش گیت هابش مربوط به اون دات فایلز بیام و اینو کپی کنم و توی ترمینالی که دارم اینجا هست بیس کنم، گیت کلون کنم که این کار رو کردم. و حالا من اگه برم توی دات فایل اینجا یه ترمینال اوپن کنم، خب کافیه که اینجا chmod مثبت x install sh بزنم
و بعد اینجا سالکس اچ رو ران کنم. پسورد یه جا ازم میخواد بهش میدم و عرضم حضور شما که من اگه اینجا الان sudo i کنم وارد میشم به روت خودم و روت خودم اگر که ls بگیرم cd بعد بکنم به هوم علیرضا و اونجا توی دات فایلز و اینجا اینستال sh رو ران کنم و یه اگزیت اینجا بگیرم اینم ببندمش. خب حالا من اگه ترمینال رو باز کنم به صورت دات فایلز الان باز شده، میگه پاور لول 10k رو من پیدا نکردم چون ما یه کمی آدرسش رو دستکاری کردیم. کاری نداره، کافیه که من اینجا کنترل اچ بزنم تو فایل هام توی بخش zshrc. قبل از اینکه میخوام کاری کنم بذارین یه کار دیگه کنم. توی دات فایلز یه دونه بخش rc داریم، یه دونه zshrc داریم، یه دونه هم دو تا گیت بعد داشته باشیم. این دو تا رو اینا رو من کات میکنم و میارم اینجا ریپلیس میکنم همشون چون اینا الان لینک شده بودن. خب این الان درست شد. بعد من توی zshrc خودم میام بهش آدرس پاور لول 10k رو میدم که کجا هست. خب اینجا توی بخش پاور لول 10k اومده و برامون یه آدرس رو مشخص کرده. من این تم ترمینال رو عوض کنم، خیلی تو ذوقم میزنه. اینجوریش کنم، آره اینجوری خیلی بهتره. خب من اینجا باید آدرس رو عوض کنم، بگم کجا، بگم توی همینجا توی هوم علی، اینو بکنم هوم. علیرضا اینو بکنم نقطه پاور لول 10k و همین. این الان باید درست باشه. پس خب یه من اینو سیوش کردم، الان اگه باز کنم درست شده. خب این مشکل تا اینجا حل شد. حالا مشکل بعدی در مورد تم هست، من اینجا ببخشید در مورد فونت هست، من باید اینجا فونتش رو عوض کنم. میرم توی دیفالت و اینجا فونت رو انتخاب میکنم، اون نرد هک بولد رو باید باز کنم، نرد و این یکی. اینو باز میکنم و به همین سادگی این مسئله حل شد. حالا در مورد این دات فایلز رو من دیگه پاکش میکنم. خب من باید با sudo -i وارد روتم بشم و از توی روتم اینجا nautilus رو باز کنم و خب حالا اگر که وارد other locations بشم توی هوم علیرضا اینجا همون 4 تا فایل رو باید کپی کنم که بش rc بود، دو تا گیت داشتیم، یه دونه zshrc. اینا رو کپی میکنم میارم توی هوم خودم، اینجا ریپلیس میکنم همشو. خب به این سادگی اینم تمام شد. کلیر میکنم، اگزییت میکنم، اگزییت میکنم و اینو از این حالت خارج میکنم. حالا من اگه اینو باز کنم این مسئله که اوکیه، یه دونه sudo i هم بگیرم میبینم که اینجا الان این روت من هم درست شد. خیلی خوب، ترمینال من همه چیش اوکی به جز یه موردش. اون موردم اینه که من باید توی اون نانو کنم اینجا و zsh rc خودم رو، آخ نانو رو اشتباه نوشتم، نانو میکنم و میام پایین 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 پایینش، اینجا یه خط اضافه میکنم نیو فچ، پایپش میکنم به lolcat ctrl x و اگزییت میکنم. اگه الان بازش کنم میبینیم که با این lolcat برام با نوفچ به این شکل میاد. خب ترمینالمو قشنگ کردم. مورد آخر میمونه، وارد بروزرم میشم
وارد سایت wallpaperaccess.com میشم. اینجا حالا شما میتونید والپیپری که خودتون دوست دارید انتخاب کنید. من همشو فدورایی بگیرم. خب وارد فدورا دسکتاپ میشم و 3 تا والپیپر رو برای خودم انتخاب میکنم. خب یکیش این خوبه برای صفحه لاگینم. سیوش میکنم اینو. این یک مورد. یکیش هم این خوبه برای لاک اسکرینم. اینا هم سیو میکنم. دو مورد. و اما والپیپر پشتیمو و ترجمه اینه که لایت نباشه اما سیاه هم نباشه و همین اولیه به نظرم خوبه. همین اینو میگیرمش، دانلودش میکنم و این مواردی که دانلود کردم رو حالا میرم از توی فولدر دانلود خودم میارم و این فونت رو که دیگه نمیخوام اینها رو کات میکنم و توی پیکچرز اینجا سیو. قبل از اینکه کاری کنم اینجا خیلی آیکون گنده است، میارم روی 60% و این سایز الان خوبه. خب اینو من پاک کنم. خیلی کپی کردیم. خب حالا اول توی تویکس میرم، توی بخش اپیرنس اینجا میزنم و توی پیکچرز اینو اشتباه زدم. خب این از این. در مورد اون لاک اسکرینم این یکی رو میزنم و اما مورد آخری مونده برای اینکه حالا بخوام توی جی دی ام هم استفادهش کنم، جی دی ام تولز رو سرچ میکنم، وارد گیت هابش میشم، سورس کدش رو کپی میکنم، توی ترمینال خودم اون میکنم و بهش آدرس رو میدم، میذارم دانلود کنه و سی دی میکنم به جی دی ام تولز. اینجا سی اچ ماد مثبت ایکس اینستال اس اچ با سودو اینستال اس اچ رو ران میکنم. توی ریدمیش به اون گفته که این لایبرری رو باید نصب کنی، پس من اینو کپی میکنم، sudo dnf این تک glib to devil رو نصب کنم، اینو میزنم و بله اینو باید نصب کنم این پکیج رو. خب حالا رانش میکنم و اینستال شد. بسیار خوب. حالا بهم گفته که برای استفادهش باید اینجوری بزنیم set gdm، یه دونم خوب بیشتر نیست دیگه، dash l میزنم لیست کنه برام. خب پس باید به این سینتکس برای خودم بنویسمش، sudo set gdm temp-s و حالا باید اسم temp رو بنویسم orcis dark و آدرس رو هم باید بهش بدم، آدرس image home علیرضا pictures و اسمش رو، اینم اسم پیکچره که کپی میکنم اینجا میزنم و ست شد. خب حالا من اگر که همه اینها رو ببندم و لاگ اوت کنم به جی دی ام باید درست شده باشه. قبل از اون کار اینو تمیز کنم، جی دی ام تولز رو پاک کنم، اینجا رو کلا تمیز کنم برای خودم و حالا بریم ببینیم اومده یا نه. یه لاگ اوت میکنم و همونطور که میبینید جی دی ام من تمش اومده روی اورکیس دارک و عکس پشتش هم که دارید میبینید و کافیه که لاگین کنم و وارد فدورای بشم که ظاهرش رو زیبا سازی کردیم. این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم که راضی باشید. دیگه من خیلی ساده کارم انجام میدم، یعنی تم های ساده استفاده میکنم، عکس های ساده و کلا همه چیمو ساده برمیدارم.
خلاصه این که این بود از ویدیو امروزمون، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. شما میتونید حالا نسخه های آلترناتیو رو استفاده کنید، برای مثال میتونید تمتون عوض کنید، این بکگراندتون عوض کنید، هر چیزی، هر کدوم از این موارد رو. به هر حال روشش همینه، روش استفادهش همینه و شما میتونید هر چیزی رو که میخواید برای خودتون ست کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو دوباره بزن. روز خیلی خوبی داشته باشید و تا ویدیو بعدی، بدرود.